le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques... با سلام. آسمانی که زیر آسمان پاریس نیست اما به همه آسمان ها متصل است. شهرکی به نام کارمل در فاصله شهر سان فرانسیسکو و لس آنجلس و از آنجایی که زیبایی هایی رو که در این سفر فیلم برداری کردم در یک گزارش مستقل به اضافه ملاقات ها و مصاحبه ها در هفته های آینده خواهید دید، فکر کردم دست کم مقدمه این هفته رو در اینجا به اطلاعتون برسونم برای گزارشی که در پاریس تهیه شده است در باره امنیت در خلیج فارس با دکتر مرداد خونساری. اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست جدا از این که این گزارش در پی درگذشت شادروان اشراق بار دیگر به مدد خانم آذر پژوهش، آقای آموزگار، آقای ادیبزاده و دکتر ناجی دوباره پیگیری خواهد شد. در این محتوای 50 دقیقه کنفرانس دکتر خونساری دقایقی که می توانست برای شما جالب باشد برگزیده شده، اگرچه ندیده ها و نشنیده های این موضوع هم در اهمیت خود باقی است. خانم آقایون خیلی خوش آمدید به این جلسه که در واقع به خودتون تعلق داره از سالها پیش. این انجمن اسمش برای کسانی که تازه به ما پیوستن و برای اون کسانی که حافظه کوتاهی دارن و به علت این فاصله ای که افتاد یادشون رفته، اسم این انجمن انجمن توسعه و تجدد هست. مؤسسش آقای سیروس فرمانفرمایانه که در حدود 30 سال پیش این جلسه رو افتتاح کرد و خودش مدیریتش رو مدت‌های مدید به عهده داشت. انگلیسی‌ها یه اصطلاح دارن، میگن مسائل اولین دندان. ما هم الان گرفتار مسائل اولین دندان هستیم بعد از یک سال و نیم که آقای اشراق نیستن. خب بسیاری از چیزها نامرتبه، میبخشید از هفته های آینده قطعا همه چیز خوب خواهد شد. آقای اشراق انتخاب شد به عنوان مدیر اینجا که میشه گفتش که دوران طلایی انجمن دورانی بود که ایشون مدیریت کرد. در حد این اداره درست، به جا، مطبوع، همه جانبه، همه گیر بود که این انجمن به تدریج اسمش اصلا عوض شد. یعنی بین اهالی نه تنها پاریس بلکه تمام کشورهایی که گاه گاهی متخصصینشون برای سخنرانی میومدن اینجا معروف شد به انجمن آقای اشراق. آقای اشراق البته در طول این مدت واقعا بسیار خوب اینجا رو اداره کردن، یک ابهتی بهش دادن، یک عظمتی دادن، مردم واقعا علاقمند شدن. حتی یک نقل قول بکنم، یک بار آقای فریدون هویدا اینجا بود و خودش به من گفتش که من با وجود اینکه در تمام کشورهای مختلف انجمنهای نظیر اینجا رفتم ولی هیچ انجمنی به اهمیت، قدرت، قابل استفاده بودن این انجمن ندیدم. آقای اشراق متاسفانه همونطور که همتون اطلاع دارید بعد از یک بیماری که واقعا به ناحق دچارش شده بود، برای اینکه آدمی بود سالم، مواظب خودش بود، ورزش میکرد، زندگی آرامی داشت، زندگی خانوادگی آرامی داشت، از نوع اعتیادهای مختلفی که هست که میتونه عمر آدم رو بشکنه اصلا اعتیاد نداشت. و حال آدم بسیار منزهی بود و واقعا شایسته نبود که با اون بیماری مبتلا بشه. مبتلا شد، خب همه ماها نگران بودیم، هممون انتظار داشتیم که حالش خوب بشه و دوباره کار را از سر بگیره. متاسفانه
آرزوی ما و توقع ما از سرنوشت به وقوع نپیوست و ایشون متاسفانه فوت کرد. بعد از فوت ایشون البته خب مدت‌های مدید که اون سنگینی اندوه از دست دادن ایشون جلوی هر نوع فعالیت ما رو گرفته بود. ولی بعد از اینکه کم و بیش ما بر این اندوه فائق آمدیم، بسیاری از دوستان به فکر افتادن که دوباره این جلسات رو تشکیل بدن. این تهیه مقدماتش و کارهای مختلفش واقعا به طول انجامید و باید من بگم که تجدید حیات انجمن توسعه و تجدد مدیون خانم آذر پژوهش، آقای دکتر آژی و آقای ایرج ادیب‌زاده است. این سه تا واقعا صمیمانه تلاش کردن که این جلسه زنده بشه و این ستن که واقعا باعث ازشون متشکر بود این انجمن رو دوباره راه انداختن، ازشون تشکر میکنیم و بنده خواهش میکنم خانم آذر پژوهش که از این به بعد مدیریت این انجمن رو به عهده خواهند داشت بدون رأی مردم و با انتصابش از طرف مردم بزرگ مثلا آقای انصاری به کار خودشون ادامه خواهند. در حال حاضر ایشان علاوه بر نگارش خاطرات خود کتابی تحت عنوان نقش نیروهای مخالف در سیاست بین المللی را در دست انتشار دارند. دکتر خونساری فرزند پرویز خونساری دیپلمات و دولتمرد با سابقه ایران و خانم آصفه آصفی استاد دانشگاه و مؤسس و رئیس اسبق انجمن اولیا و مربیان ایران، نواده قائم مقام فراهانی نخست وزیر ایران در اوایل قرن 19 و آصف الدوله فرمانروای خراسان هستند. چنان بزرگانی را چنین فرزندی باید. خیلی متشکرم. این توضیحات خانم خیلی مفصل بود. من یه موقعی فکر کردم شاید از صحبتی که من میخوام بکنم حتی طولانی تر باشه. به هر حال خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و این فرصت پیدا شده که راجع به یک موضوعی که امروز البته این موضوع امنیت در خلیج فارس و گزینه‌های سیاست خارجی ایران یک سوژه است که من نزدیک به 40 ساله که اون رو از نزدیک دنبال میکنم. من ذکر توی این مقدمه ذکر نشده، من یه موقعی محقق در انستیتوی بین‌المللی امور استراتژیکی تو لندن بودم. ذکر شده بابا. آه ببخشید. و اونجا این مسئله امنیت در خلیج فارس به خصوص در دهه 70 میلادی یک مسئله فوق‌العاده مهمی برای مملکت ما و برای دنیا بود. و از اون تاریخ در اصل من با این سوژه آشنایی نزدیک پیدا کردم و با کمک هایی که از طریق وزارت امور خارجه ایران به من شد من تونستم که در سال 1977 برای اولین بار به تمام کشورهای خلیج فارس برای تحقیق سفر بکنم، از کویت و ابوظبی و دبی، عمان، بحرین، عربستان سعودی، همه اینها و نهایتاً عراق و در یک سفر بعدی به یمن و عربستان به طور مجدد. و خب این من رو در اصل در یک مسیری انداخت و آشنایی‌هایی رو ایجاد کرد که بعد از انقلاب تونست برای زندگی من حتی خیلی مفید باشه که بتونم اشتغال پیدا کنم، تو که خانم گفتم برای یک مؤسسه سعودی بتونم کار بکنم، البته با همت یکی از اصطلاح سفرهای سابق ما آقای جعفر رویل که سفیر ما در عربستان بود و یکی از واقعا میشه گفت عرب شناس‌های درجه یک دستگاه سیاست خارجی ما. امنیت در خلیج فارس در اصل خودشو به این مسئله نگاه میکنید و به گزینه هایی که برای ایران میتونه میسر باشه توجه بکنید به عنوان یک سوژه
که مورد توجه مردم بخواد قرار بگیره در اصل از زمانی، یعنی در حال اون فرم مدرنش در زمانی مطرح شد که انگلستان اعلام کرد در اواخر دهه 60 میلادی که قصد داره که نیروهای خودش رو از منطقه خلیج فارس خارج بکنه و اساساً از اونچه که اونها میگفتن از شرق سوئز نیروهای خودش رو بیرون بکشه و در اصل موقعیت نظامی استراتژیک خودش رو به طور قابل توجهی تغییر بده. البته انگلستان دارای نیروی عظیمی در منطقه خلیج فارس در اون زمان نبود، ولی همون نیروی محدودی که اونها داشتن که شاید کمتر از 1000 نفر سرباز در سراسر این منطقه در بخش عربی خلیج فارس متمرکز بودن، ولی حضور سمبولیک اونها به نوعی مسئله امنیت در خلیج فارس رو تأمین میکرد. ولی موقعی که قرار شد که این نیرو از اونجا کشیده بشه بیرون و یک خلایی ایجاد بشه، بدیهی است که این یک مسئله فوق‌العاده مهمی شد که چه نیروهایی میخواد این خلا رو پر بکنه و گرفتاری هایی که ناشی از جنگ سرد در اون زمان بود خب باعث بشد که دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا که سیاست عمدهشون همیشه این بود که نفت خلیج فارس که با توجه به اینکه مثلا 55 تا 60% تمام نفت دنیا و ذخایر نفتی در این منطقه وجود داره، که این به اصطلاح منطقه استراتژیک هیچ وقت در دسترس اتحاد جماهیر شوروی اون موقع قرار نگیره و نیروهایی که به هر حال میتونن امنیت و اصطلاح اون ثبات اونجا رو به هم بزنن، اینا نتونن یک دست بالا بگیرن. و به این جهت خب به دنبال این بودن که چگونه خلا رو پر بکنن، ولی به علت درگیری شدید آمریکا در ویتنام در اون زمان و عدم رغبت مردم آمریکا از اینکه دولتشون بخواد مسئولیت جدیدی رو بپذیره و یک حضور نظامی دیگری در اون در یک نقطه دیگه دنیا داشته باشه، این باعث شد که بعد از میشه گفت 3 سال 4 سال که این مسئله بالا پایین شد، قبل از اینکه، یعنی از زمانی که بریتانیا اعلام کرد تا زمانی که نیروهای خودش کشید بیرون حدود 3-4 سال طول کشید، ولی در این فاصله به این نتیجه رسیدن که به هر حال این منطقه توسط دو قدرت عمده اصطلاح محلی امنیت این منطقه تعمین بشه. و اونی بود که اون سیاست اصطلاح دوگانه‌ای که ایران و عربستان سعودی مسئولیت این مسئولیت رو به عهده بگیرن. البته بین ایران و عربستان سعودی در اون زمان یک فاصله فوق‌العاده زیادی بود، به خصوص از نظر قدرت نظامی و اینکه این قدرت نظامی رو چگونه میتونن عرضه کنن و چه نوع حضوری میتونن توی سراسر منطقه داشته باشن. عربستان سعودی با اینکه از زمانی که به هر حال قیمت نفت شروع رو به افزایش رفت تونسته بود که مثلا مقادیر زیادی اسلحه خریداری بکنه و به هر حال مجهز به سلاح‌های مدرن باشه، ولی کپاسیته استفاده کردن از اونها رو نداشت و علاوه بر اون دارای یک نیروی دریایی میشه گفتش که بزرگ و قابل استفاده در اون منطقه نبود. و لذا ضمن اینی که لفظاً صحبت از این بود که ایران و عربستان سعودی مسئولیت حفاظت از امنیت در این منطقه رو بعد از خروج بریتانیا به عهده بگیرن، ولی عملا این خلأ توسط رژیم سابق ایران و با حمایت شاهنشاه فقید ایران امکان پذیر شد و
یک وضعیتی شد که سلطه ایران علن اصول در آبهای خلیج فارس یک امر استناد بود، یک امر حاکم بود که عملا انجام میشد و اون موقع مثلا در اوج میشه گفتش که دورانی که اوپک رو آمد اون نقش حفاظت از قریب 25 میلیون بشکه نفت که از تنگه هرمز رد میشد عملا توخته نیروی دریایی ایران بود و زمینی که بعدها خیلی از این کشورهای عربی شاه فقید رو متهم کردن به اینکه این اصطلاح پاسبان خلیجه یا ژاندارم خلیجه، ولی این یک واقعیت بود که هیچ کدوم از این کشورهای عربی در قبال این سرویسی که دولت ایران به اونها میداد، چون اگر 25 میلیون بشکه از تنگه خلیج فارس میگذشت، 5 تاش فقط مال ایران بود، 20 تاش مال اونا بود، ولی اونا کوچکترین هزینه ای بابت این به اصطلاح سرویس یا خدمتی که دولت ایران به اونها میکرد نمی پرداختن و علاوه بر اون در این ور اون ور خب شایعات بود که ایران ژاندارم خلیج و اتهامات از این قبیل هم در گوش و کنایه به این قدرت طلبی که اونها تحت اون عنوان این رو قلمداد میکردن علیه ایران میشد. این که ایران به هر حال نقش برادر بزرگتر رو عملا ایفا میکرد در اذهان تمام این به اصطلاح رؤسای این کشورها این مسئله قابل قبولی براشون نبود یا مسئله دلپذیری براشون نبود و عکس العملی که اونها و به خصوص بزرگترین اونها که پادشاه سعودی و خانواده سلطنتی سعودی بودن، عکس العمل اونها نسبت به محمد رضا شاه عکس العمل مثبتی نبود. ما امروز شاهد این هستیم که این جنگ سرد چند ساله میان ایران عربستان و سعودی به یک ابعاد تازه رسیده که بعدا بهش میپردازم، ولی در اون زمان هم باید نباید فراموش کرد که ضمن اینی که یک اصطلاح ظاهر قابل قبولی بین ما و عربستان و سعودی موجود بود، ولی اون تنش ها پشت پرده بودند و سعودی ها نه تنها از محمد رضا شاه خوششون نمی آمد، بلکه موقعی که انقلاب ایران شد اینها میتونم بگم که خیلی هم خوشحال بودند که این فردی که تحت لوای برادر بزرگتر بودن ضمن اینه که هیچ وقت کوچکترین خطری برای اونها نبود و بلکه تمام تلاش‌هاش برای این بود که تمام این کشورها به هر حال یک نوع حفاظت ازشون بشه، ولی به لحاظ این که به اونها به عنوان برادر کوچکتر نگاه میکرد و به اونها میشه گفت پایین نگاه میکرد، از این بابت فوق‌العاده آزرده بودن و موقعی که انقلاب اسلامی در ایران شد اینها انقلاب اسلامی و این که مثلا یک نیروی تازهی اون هم با پرچم اسلام در ایران اومده از این خیلی استقبال کردن، غافل از این که اون کسی که صاحب این مسند شده به دنبال برنامه های دیگری است و اونها رو به یک فرم دیگری میخواد تهدید بکنه و دردسرهای تازه‌ای رو برای اونها شروع کرد که اصلا خوابش رو در زمان به اصطلاح دوران محمد رضا شاه اصلا نمیدید. مهمتر اون که این اختلاف شیعه و سنی هر وقت که مسائل ابعاد سیاسیش زیاد میشود اختلافات، خب این مسئله شیعه و سنی دیگه اون جنبه مذهبیش اونقدر مهم نبود که جنبه سیاسیش مطرح میشود که الان ما در همین در یکی دو هفته گذشته شاهد مقاله‌ای هستیم که آقای ظریف در ارتباط با وهابیت در روزنامه نیویورک تایمز نوشت و جوابی که وزیر خارجه سعودی به او داد و اینکه اصطلاح مفتی اعظم عربستان سعودی ایرانیان رو به عنوان مجوز و غیر مسلمان اصطلاح اعلام کرد. نکته که میخوام عرض بکنم اینست که اختلافات
این مسئله شیعه و سنی زمینی که همیشه وجود داشته، مسئله سیاسی است که این رو امروز بهش دامن میزن. یه ریشه اختلاف دیگه اختلافات مرزی است که دولت ایران در زمان شاه فقید بیشتر این مشکلات ارضی، به اصطلاح اون ارضهای، اون مرزهای دریایی و اینجور چیزها رو کم و بیش با همسایگان حل کرده بود. دو مسئله ما در اون زمان داشتیم، یکی یعنی مسئله شط العرب بود و یکی مسئله بحرین و جزایر سگانه که هنوز به عناوینی مطرحه. خب ما دیدیم که بعد از قرارداد 1975 یک توافقی در ارتباط با تقسیم رودخانه شط العرب بین ما و عراق رخ داد که البته صدام حسین اون رو بعد از انقلاب ایران به هم زد و ما شاهد جنگ 8 ساله بودیم که باز امنیت در تمام منطقه رو به خطر انداخت. و بعد از اون دیدیم که به هر حال روی ابتکاری که شاه به خرج داد مسئله بحرین رو صلح‌جویانه حل کرد، زمینی که گرفتن اون سه جزیره‌ای که بین دولت ایران و دولت بریتانیا یک نوع عدم تفاهمی وجود داشت، قبل از اینکه بریتانیا نیروهای خودش رو علناً از اون آبهای خلیج فارس بکشه بیرون، این مسئله با اشکال این سه جزیره توسط نیروهای ایرانی این مسئله حل شد. البته بعد از اینکه این جزایر تحت اشغال ایران در اومد، این امارات متحده عربی حدود 6-7 ماه بعد از اون به عنوان یک مملکت اصطلاح حضور در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و اونها به اتکای آمریکایی ها در اصل شروع کردن به ایران هارت و هوت کردن. و متاسفانه می‌بینیم که الان هم که این جنگ سرد بین ایران و عربستان به یک ابعاد تازه‌ای رسیده، امارات متحده به عنوان میشه گفتش که نزدیکترین متحد و متحد نظامی عربستان سعودی باز این مسئله جزایر رو پیش کشیده و حملاتش به ایران رو با یک میشه گفتش با یک تون اگرسیو جدیدی دو مرتبه مطرح کرده که نمونه‌اش اظهارات وزیر خارجه امارات دو سه روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل بود. ولی با انقلاب اسلامی یک معادله تازه‌ای وارد این جریان شد و اون این بود که دولت آقای خمینی با اون ایدئولوژی که ایدئولوژی مذهبیشون و اینکه بخوان اصطلاح شیعه‌گری رو به نوعی گسترش بدن و اون صحبت‌های اصطلاح صدور انقلاب که اون در ابتدای امر می‌کردن و اون تصوراتی که یک امپراتوری اسلامی می‌تونه به وجود بیاد با شیعان در رأس اون امپراتوری و خود خمینی در رأس اون مستر شیعه ها، یک همچین تصوراتی که بود، خب این باعث پریشانی بسیار زیاد در میان تمام جهان عرب و جهان اسلام شده بود. اون که انقلاب ایران شد، آرمان‌خواهی، مسائل سیاسی شاید 80% معادله بود، مسائل اقتصادی شاید 20% معادله بود. ولی امروز درست عکس اونه، نه تنها در ایران، یعنی مسائل اقتصادی دیکته میکنن که سیاست به کدوم سمت بره، نه تنها در ایران، همه جای دنیا. و ما در عمان، چون خود من شاهدش بودم، ما در عمان دولت ایران سرمایه گذاری کرد، ما در ایران بیشتر از 250 کشته دادیم در اینکه زفار آزاد شد. ولی استفاده اقتصادی فداکاری های ایران رو اروپایی ها و امریکایی ها و غربی ها مادن جنس به عمان فروختن. دولت ایران در بازسازی اقتصادی عمان شریک نبود. ما یک کولر آبی ارج حتی اونجا نتونستیم بفروشیم. ولی شما اگر نگاه میکنید به این ترکیبی که دنیا امروز پیدا کرده، بازسازی عراق، بازسازی سوریه، بازسازی لبنان،
اینها مسائلی است که میتونه ارتباط مستقیم به امکانات و اون منافع اقتصادی ایران داشته باشه. شرکت‌های ایرانی، به اصطلاح اون کنگلومرات‌های ایرانی در آینده در بازسازی اینها میتونن نقش داشته باشن. اینها فاکتورهایی است که امروز صحبتش میشه، در گذشته به اینها خیلی کم توجه میشد. ولی اگه شما نگاه بکنید این منطقه سوریه به کلی از بین رفته، این مدر بازسازی بشه در یک موقعی و اون موقعی که بخواد بشه ایران هم باید یک سهمی داشته باشه به خاطر نفوذی که داره، به خاطر سرمایه‌گذاری و و سعودی ها مخالف این بودن که دولت اسد در اونجا باشه. دولت سعودی لابی کرد دولت آمریکا و غربی ها رو به خاطر اون مواضع سختی که اینها در قبال دولت اسد در ابتدا اتخاذ کردن، ولی بالاخره در نهایت دوزاری برای خود همین این اروپایی ها و آمریکایی ها هم افتاد که آمدن یک جانشین اسد در سوریه الزاماً بهتر از اسد نیست، همونطور که خیلی ها امروز قبول میکنن که جانشینان صدام حسین در عراق به هیچ عنوان بهتر از خود صدام حسین نبودن و این مرتکب این اشتباه نمیشن موقعی که مسئله و این برمیگرده روی اختلافات عظیمی که پشت پرده بین عربستان سعودی و آمریکا به وجود اومده. روز گذشته رئیس کمیسیون امور خارجی سنا در آمریکا اعلام کرد که عربستان سعودی دیگه اون به اصطلاح اون بارگینینگ و قدرتی رو که قبلا در واشنگتن داشت رو نداره. چرا؟ به لحاظ اختلافاتی که پشت پرده بینشون هست و آمریکا که دشمن ایرانه ولی به صورت پرگماتیک از راه و روشی حالا دلشون نمیخواد امروز الان این مسئله حلب به این فرمی که روسا و ایرانی‌ها دارن عمل میکنن یک سره بشه، ولی در اینکه دولت اسد شاید بهتر از یه نوع آلترناتیو رادیکال سنی باشه به این نتیجه رسیدن. من نهایتاً عرض کنم که بعضی از کشورهای عربستان منطقه خلیج فارس به ویژه عمان خیلی سعی کرده که نقش میونجی بین ایران و عربستان سعودی رو ایفا بکنه برای اینکه به یک فرم اینها رو به سر میز مذاکره بکشونه و سعی کنه که این تنش‌ها رو یک چارچوب معقولی نگه داره که موفق نشده. ولی مسئله این استش که عاقبتی هم جز اینکه اینها نهایتاً بیان و سر میز بشینن وجود نداره، چون امکان درگیری نظامی برای هر دوی اینها یک امر فوق‌العاده ناجوریه. اگر یک درگیری نظامی در کوتاه مدت بخواد صورت بگیره، عربستان سعودی با توجه به اینکه مرز زمینی ما نداریم روی هوا، روی مثلا یک جنگ هوایی به احتمال قوی موفق میشه، برای اینکه دستگاهایی که در اختیارش داره به مراتب تجهیزاتش مدرن‌تر از ما ماست. ولی این مسئله که اونجا پایان پیدا نمی‌کنه، این فرسایشی اگر بشه، اینها امکان اینه که بخوام مثلا برای 6 ماه به جنگ را ندارم. عراق 8 سال جنگید، می‌دونید که یه مملکت میشه بودش که به هر حال درست حسابی عربیه، اینا که این چیزا رو ندارن. بعدم اگر ایران فرض کنیم همین با همین موشکایی که داره، این دستگاه‌های آب شیرین کنه اینا رو بزنه، برق تأسیسات برقی اینا رو بزنه، اینا برمیگردن به عصر حجر و زمان حضرت محمد دو مرتبه و اینها نمیتونن چنین ریسکی رو بردارن. این است که امکان اینی که بخواد، مگر اینکه واقعا یک سلسله آدمای کاملا دیوانه تصمیم گیری بکنن، این امکانش وجود نداره. پس راهی نیست جز اینکه اینها بیان و سر میز بشینن. و به نظر من رفتار دولت روحانی رفتار معقولی بوده در قبال اینها و فرمول هایی که مطرح کرده فرمول های پرگماتیک و قابل قبولی هست. من اگر اجازه بدید